شده تو جستجوی ساحله، توی تاریکی زمین دنبال ماه کامله. برکه قلبا رو باید که نظر مهتابت کنیم یوسفی، ما باید برادریمونو ثابت کنیم. تو اینجا بودی و حیرون به هر جایی سفر کردیم، دیگه زمان بازگشته منتظری که برگردیم. تو اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امشب هم با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. قراره در مورد نقش تفکر مسیحیت صهیونیستی بر سیاست‌های دولت آمریکا صحبت کنیم. بریم با مهمانمون آشنا بشیم، برگردیم یک گفتگوی مفصل و جذاب رو شروع بکنیم. علی اکبر رایفی پور 35 ساله، مدرس دانشگاه، عضو اندیشکده سیاست‌گذاری دولت اسلامی، موسوم به صدا، نظریه پرداز، پژوهشگر حوزه دشمن شناسی و اسکاتولوژی یا همان آخر الزمان شناسی است. رایفی پور بنیانگذار مرکز مطالعات آسیای غربی و آفریقای شمالی موسوم به وانا است. وی همچنین سابقه عضویت در هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا را نیز دارد. ایجاد و تدریس موضوعات دشمنشناسی، تاریخچه استکبار و مدیریت رسانه به عنوان واحد درسی در سالهای 92 و 93 در دانشگاه امام صادق علیه السلام از اقدامات اوست. آنچه رایفی پور را در حوزه آخر و زمان شناسی متمایز می سازد، جامع الاطراف بودن تحلیل های اوست. آینده پژوهی تحرکات صهیونیسم جهانی او را به چهره جنجالی در این عرصه تبدیل کرده است. پیشبینی دقیق رایفی پور درباره شکلگیری داعش و دیگر گروه های تکفیری در عراق و شام موجب اعطای مدرک دکترای افتخاری علوم سیاسی در سال 2017 به او از سوی سوری‌ها شد. سخنرانی‌های او در دانشگاه‌ها معمولاً با استقبال کم نظیر دانشجویان مواجه می‌شود. او هم‌اکنون مدیریت مؤسسه مساف ایرانیان از مجموعه‌های فعال و خوشنام در حوزه مهدویت را بر عهده دارد. سال نو بر شما مبارک باشه. با یه برنامه دیگه در خصوص مهدویت در خدمت شما هستیم. همونطور که وعده داده بودیم و قول داده بودیم، از استاد رایفی پور عزیز دعوت کردیم تا باهاشون گفتگو داشته باشیم. سلام، خیلی خوش اومدید. بنده عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت شما. تبریک عرض می‌کنم سال نو رو خدمت حضرت عالی، همکارانتون و همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. سلامت باشید استاد. ما در برنامه‌ای که نقد فیلم ایکس من رو داشتیم، ایکس من آپوکالیپس، در خصوص ویژگی هایی که اینها برای منجی و اون حالا مسیح و دجال دارن معرفی میکنن و جا میزنن به عنوان منجی شیعیان، یک گذرا به مسائل دولت ترامپ و عقیده مسیحیان صهیونیست در آمریکا و اینکه چقدر اثرگذارن بر سیاستشون، یه سری نگاه های گذرا داشتیم. برای همین گفتیم در مورد این موضوع که اصلا عقیده اونها یعنی چقدر روی سیاست آمریکا اثر داره، کاندیداهایی که میان، انتخابات 2020 که پیش روی ترامپ هست، اصلا چی شد که ترامپ روی کار اومد، میخوایم صحبت بکنیم. اون تو از اونجایی که شما عضو مرکز مطالعات آمریکا بودید و تخصص خوبی هم در صهیونیست پژوهی و بحث مهدویت داره، چون یک مبحث میان رشته‌ای محسوب میشه دیگه، یعنی باید هم بخشی از این موضوع رو بدونیم هم بخشی از یک موضوع تا بتونیم یک تحلیل خوب و جامع و واقعی، نه حالا نسبتاً که انتزاعی باشه، داشته باشیم در مورد این و زمینه‌های پیدایش این تفکر در سیاست آمریکا بحث خوبی رو داشته باشیم. بله، خدمتتون عرض بکنم، من یکی از نقدایی که به سیاست خارجیمون داشتم در دوره مذاکرات بود که معتقد بودم
ما مبانی عقیدتی امریکایی ها رو لحاظ نکردیم. چون این نگاه غالب اینه که آقا یک جماعت سکولار و بیدینی دارن ایالات متحده رو میچرخونه. خب که در واقع این نیست. من نمیگم سکولارها نقشی ندارن، نقش دارن، خیلی هم پررنگه. اما بحث دیگری هم دارد، این مستلزم شناخ. ما الان تصور میکنیم بین لایه قانونی ایالت ویرجینیا 1777، یعنی یه 10 سال قبل از انقلاب فرانسه است. خب میگه ایالات متحده دین یا کلیسای رسمی ندارد. درست شد. اینو خیلی مبنا قرار دادن، فکر میکنن که این یعنی که از ابتدا چون دین رسمی اتخاذ نکرده و انتخاب نکرده، لابد دین نقشی در سیاست گذاری نداره، در حالی که دقیقاً عکس اینه. خود این گزاره یک بحث دینیه. ببینید اینو لحاظ نکردن. چرا؟ ببینید ما توی تعلیمات مسیحیای صهیونیست، چون به شدت اینو و بسیار متأثر از یهودیان هستن، حوزه حاکمیت و فقاهت رو از هم جدا میکنن. خود این مسئله خودش یک بحث فقهی است در یهود. ببینید ما دو تا از حاکمان یهود رو پیامبر میدونیم، ما مسلمان ها. اونها پادشاه، حضرت داوود و حضرت سلیمان. ما میگیم پیامبر، خود یهودی میگن پادشاه، کینگ سالو. بله، کینگ سلیمان یا کینگ دیوید. خب دارن مطرح میکنن به عنوان پادشاه. یعنی این اعتقاد، این تفکر جدای سیاست از دیانت بسیار قدیمیه و شاید بگم اولین متونی که میشه بهش گفت بهش اشاره کردن در واقع عهد عتیقه. این مسئله از آنجا که مسیحیت صهیونیستی، مسیحیت پیوریتانی، چون در انگلستان قدرت گرفتن، یعنی اسم خودشون گذاشتن پیوریتن. پیوریتن یعنی خالص، کسی که پیوره، خب کسی که بگیم مخلصین، جنبش پرهیزگاران. اینها برخلاف بقیه مسیحیان معتقد بودن آقا تنها راه رستگاری خدمت به یهوده. عبارت‌های عجیب غریبی مثلا اینا استفاده کردن. خود مارتین لوتر که در واقع پروتستانتیسم راه میندازه و مسیحیت پروتستانی رو میسازه، از اعتراض میاد دیگه، یعنی اعتراض به دو کلیسای قبلی، کلیسای ارتدوکس و کلیسای کاتولیک. خب اونجا چی میگه؟ میگه که از دیگه 95 تا اصل بیرون میکشه، میگه من این در واقع انتقادات رو به مسیحیت سنتی دارم. از اون 95 تا انتقاد 90 تاشو منم قبول دارم. خب یعنی دنیا اون انتقاد داره، بحثی نیستش. منتها یه سری از بحثایی که مارتین لوتر مطرح کرد این بود، این خیلی مهم، این ریشه های شکل‌گیری ایالات متحده آمریکاست. اینا رو آقای نمیدونن. خب اون بود، این بود که میگفتش که یه نگاه ایجابی داشته باشیم اگه به مارتین لوتر این فرضیه و این نظری میشه، یه نگاه سلبی اگه داشته باشیم فرضیه دوم میشه. عرض میکنم خدمتتون، به مارتین لوتر میگفتش که یهودی‌ها و مسیحی‌ها بسیار از هم دورن و دائم دارن با هم می‌جنگن. من اگر یه مذهبی این وسط بسازم، خب که یک ظرفی از مسیحیت باشه که یهودیان رو تو اون جا بده، باعث میشه یهودی‌ها هم بیان مسیحی شن و این دعوا تموم بشه. در واقع یه سری پوان میدم، یه سری باج میدم، یعنی مذاکره مثلا چند قدم من میام جلو. منتها کاملا عکس عمل کرد، یعنی این ظرفی از مسیحیت نشد برای اینکه یهودی‌ها جلو بیان به مسیحیت نزدیک بشن، ظرفی از یهودیت شد که مسیحی‌ها اومدن جلو. یعنی مسیحیت به یهودیت شبیه شد، نه اینکه یهودیت به مسیحیت شبیه بشه. یهودیت سر جای خودش محکم ایستاد. چه مثلا فکر کنم مارتین لوتر چه عبارتی استفاده می‌کنه؟ مارتین لوتر میگه، عبارتی که خودش در کتاب مسیح یهودی استفاده می‌کنه، میگه ما سگان، بله، میگه بسان سگانی که بر خان رحمت یهودیان نشستن. بعد استدلال میکنه، میگه همه پیغمبرها یهودی بودن، اصلا هدایت در میان یهودی. خب اینا اشتباهه، ما کلی پیامبر داریم غیر یهودی، خب غیر بنی اسرائیلی، که من کاری ندارم، منتها اعتقادتون هست. این شکل گرفت در اروپا. بعد این منجر، این پروتستانتیسم منجر شد به پیوریتانیزم که عرض کردم جنبش پرهیزگاران. اینا در انگلستان انقلاب میکنن، در واقع یک جریانی درست میکنن، همین قشرن کوچ میکنن میان ایالات متحده. یعنی کالوین هم با مارتین لوتر هم عقیده بود. ببینید کالوینیسم باز خودش یک جریان میشه بعدن، چون ادامه پیوریتن اینا آرام آرام همینطور میاد. کالوینیسم خودش میشه یه جریانی، هی به مرور زمان مثل یک تنه‌ای که شاخه پیدا بکنه. یک جاهای تاییدیه دارن، اختلاف نظر دارن، این که طبیعیه. خب وقتی شما شاخه میشی تخصصی تر میپردازید، یعنی یه سری اصول هم پایبند هستید، از یه جایی نقدهایی هم دارید. ببین من مثلا جریان شیخیه رو شما میبینید، از دل اون
بابیت شکل میگیره، از دل بابیت ازلیه بهائیه شکل میگیره. میبینید چطور آرام خود شیخیه، شیخیه کرمانیه، شیخیه آزاده. خب مثلا خود پروتستان ها به صده ها و یه جایی میشه گفت واقعا چند هزار فرقه تقسیم شدن. واقعا احصاء اینها واقعا یه کار سختیه. الان شما مثلا میبینید کلیسای نمیدونم چه در ایالات متحده آمریکا یه فرقه از پروتستان هاست که 50 تا پیرو کلا در دنیا بیشتر نداره. همین تری جونز که قرآن رو با آتش کشید، اشتباه هم کردن، اینقدر بولدش کردن، نباید این کار انجام میدادن. این 50 60 تا چه بسا مثلا بیشتر طرفدار نداشت و با این کار میخواست دیده بشه. مثلا طرف میاد میگه من با کلیسای بغلیم یه فرقه دارم تو اعتقادات، یه فرقه جدید میشه. خب چیزی نمونده از نکته که الان وجود داره در مورد مارتین لوتر اینه که آیا خود مارتین لوتر یهودی مارانوس بوده، یعنی یهودی مخفی بوده که در قالب یک کشیش خدمت شما عرض کنم تغییر خواه، خب آمده چیکار کرده مسیحیتو کشونده سمت یهود، یا نه واقعا اون تصمیمو داشتم که فرضی اول عرض کردم من قضاوت نمی‌کنم، می‌ذارم کنار. کمان که یک کتابی هم از مارتین لوتر اواخر عمرش داره به عنوان دروغ‌های یهود، توی اونجا دقیقاً میگه که وقتی میبینه نه تنها مسیحیت به یهود، یهودیت به مسیحیت نزدیک نشد، مسیحیت به یهود نزدیک شد، میخواد بگه آقا این اینا دروغ هم دارن. که جالبه این کتاب دومش هیچکی نشنیده، کتاب اولش با پول یهودیان به شدت انتشار پیدا میکنه در کل دنیا. خلاصه این انگلیسی ها کوچ میکنن به ایالات متحده آمریکا، هر شهری که داشتن یه نیو میذارن اولش، خیلی جای اروپا رفتن. خب اینجا یورک داشتن شده نیویورک. خب رفتن اونجا. اما نکته جالبی مثلا جیمز رند میگه، میگه هیچ کس نمیتواند آمریکا و آزادی هایش را بفهمد مگر اینکه آگاه باشد و تأثیری را که دین به طور مستقیم بر روی ساختار و ایجاد این کشور گذاشته و میگذارد درک کند. فلذا این که در ابتدا آمریکا دین رسمی نداره، این خودش یه عقیده دینیه. چرا؟ چون این مسیحی هایی هستن که یهودیزه شدن. اینها به چه اعتقاد دارن؟ به اعتقادشون بر این کسی که حاکم است حق ندارد عالم دینی هم باشد. عالم دینی حق مشاوره به او دارد. یعنی این جدای سیاست از دیانت، این تفکیک قوا که در ایالات متحده امریکا شکل میگیره، یک اندیشه گرفته شده از یهود، اصلا اندیشه دینیه. حالا چه کنیم در دین اینها اومدن سیاست دیانت از هم جدا کردن؟ تا جایی که دو تا پیغمبر اینا حاکم میشن، میگن چیکار کنیم؟ یا باید بگیم حکومت نکرده، خب تاریخ نقل کرده، میگن خب پس پیغمبر نبوده. میگن پس این حرفای دینی که زده چیه؟ میگن یک مشاور مذهبی داشته، صدقیای نبی کنارشون بوده، مثلا خدمت شما عرض بکنم مشاوره میداده. این مبنای شکل‌گیری ایالات متحده آمریکاست، ما اصلا نمیتونیم اینو حذف بکنیم. ببینید لئونارد یاسن میگه، من عین اجازه بدید در عین رو کتابش بخونم، جالب. میگه هنگامی که مهاجران اولیه پروتستان به آبادی‌های ماساچوست در نیو انگلند رسیدن، آمریکا رو اورشلیم جدید یا کنعان جدید تلقی و خود را به عبرانی های قدیم تشبیه کردن. گفتن ما کوچ یهوده. دقیقا روی اسطوره های صهیونیسم اومدن سوار شدن. اینجا اینو اجازه بدید باز بکنم برای بینندگان از این اسطوره صهیونیسم. ببینید اینا یه چند تا اسطوره دارن که من نشستم یه بار احساس کردم نزدیک 20 تا چقدر، حالا کمتر از 20 اختلاف 20 تا 24 تا 25 تا مبانی اندیشه ایناست. خب اینا یکی از اسطوره هاشون اسطوره 10 سبت گم شده است. 10 سبت گم شده بنی اسرائیل. 12 فرزند داشت حضرت یعقوب که هر کدوم اینا یک خانواده شد، خب یک سبت شد، اسبات بنی اسرائیل. یهودا و بنیامین اینا میگن ماندن در جنوب، وقتی وارد ارض مقدس شدن 10 سبت به شمال رفتن. اون 10 سبت در اثر حمله آشوری ها از بین میرن، دوباره کافر میشن، حل میشن تو جمعیت خاورمیانه. جالب اینجاست این 2 سبت میمونن. اینها هر جایی رو که خواستن برن بگیرن، جالبه گفتن این 10 سبت گم شده ما اونجان. ببینید یه مدت گفتن 10 سبت گم شده ما در عراقن. این دقیقاً زمانی است که امپراتوری اسلامی قدرتمندترین امپراتوری دنیاست. اوجش میشه در زمان هارون الرشید. بعد از چند وقت قدرت که انتقال پیدا میکنه به اروپا، به شبه جزیره ایبری میره، میره به اسپانیا و پرتغال. اینا چی میگن؟ اینا میگن که اونجا بله ما 10 سبت گم شده بنی اسرائیل از جبل الطارق کوچ کردن رفتن به اروپا. بعد از چند وقت قدرت از پرتغال و اسپانیا منتقل میشه به انگلستان. میگن این همون 10 سبتی هستن که رفتن به انگلستان. آره. بعد اینا به کجا کوچ میکنن؟ طبعا قبل آمریکا. آمریکا. میرن آمریکا و میشه ارز جدید اینا، ارز موعود اینا. یعنی ببینید اینا یه اعتقاد دارن به عنوان پرگار. میگن یک پای پرگار تو اورشلیم، پای دیگر جایی که منافعمون مشخص میکنن. یعنی اصلا صهیونیسم با اقتصاد و با پول گره خورده.
اینا مثل انگل به تمام امپراتوری های قدرتمند دنیا میچرخن. مگه زمانی که هخامنشیان قدرتمند بودن اینا مگه تو ایران نبودن؟ نه. اومدن به ایران نزدیک شدن. این همیشه همینه. الان امریکا بر قدرته رفتن سراغ و الان اینا در حال انتقال قدرت به چینن. و جالب مستنداشون رو شروع کردن. میگن ده سپت گم شده بنی اسرائیل رفتن چین. ببینید وقتی اینا میخوان یه کاری کنن اول ذهنا رو آماده میکنه. اینجا جایی که شما میتونید پیش بینی کنید. که اینا رفتار شناسی کنید، تابع رفتاریشون رو کشف بکنید. میگه اینا اون برهه گفته اینا کوچ کردن رفتن به بریم به آمریکا. اینو داشته باشیم ادامه بحث های بخش ببینیم برگردیم. سلامت باش. مسیحیان بنیادگرا از آنجا که معتقد به وجود هفت مرحله گذار در کتاب مقدس هستند، خود را تدبیرگرایان یا دهریگرایان می‌دانند. مراحل پیشگویی‌های هفتگانه کتاب مقدس عبارتند از بازگشت یهودیان به فلسطین، ایجاد دولت یهود و احداث مجدد هیکل سلیمان، موعظه شدن انجیل در تمام دنیا، به بهشت رفتن ایمان آورندگان، 7 سال دوران فلاکت که سرانجام یهودیان با پیروان دجال به نبرد می‌پردازند، وقوع جنگ آرماگدون در صحرای مگیدو اسرائیل، شکست لشکریان دجال و آغاز پادشاهی مسیح در اورشلیم. هرچند این نگاه و مراحل تحریف شده و ساخته دست خاخام‌های صهیونیست است، اما این نگاه پایه رفتار ایالات متحده آمریکا در قبال منطقه غرب آسیا، خاورمیانه است. برنامه بازگشت رو می‌بینید. گفتگو می‌کنم با استاد رائفی پور عزیز. یادتون نره این شماره پیامک زیرنویس میشه تو برنامه. انتقادات، نظرات، پیشنهاداتی که اگر دارید روی همین شماره برای ما پیامک بکنید، 1068. استاد، ما رسیدیم به اینجا که شما داشتید روی اسطوره های اینها صحبت میکردید. این اسطوره اثبات گم شده در مناطق مختلف جهان در حال تغییرن. رسیدیم به این که اینها آمریکا رو به عنوان ارض مقدس خودشون و اون اثباتی که اونجا گم شدن شناختن و کوچ کردن اونجا. بله، این نشأت گرفته از چیه؟ ما اگه بخوایم خود روانشناسی کنیم اینا رو، ببین اینا از یه طرف متاثر از تعلیمات لوتر اومدن. چی گفتن؟ گفتن که نژاد درجه یک و chosen people، قوم برگزیده، فقط یهودن. بعد یه سوال براشون پیش میاد، پس ما کییم؟ ها، اگر قرار باشه بنابر نظر لوتر اینها سگانی باشن که بر سفره رحمت یهودیان نشستن، این که فقط توهین به خودشون. برای همین اومدن یه اندیشه جدید اینا خلق کردن که ما همان یهودیانیم، بخشی از همان یهودیانیم، ما اون ده سبت گم شده هستیم. خب برای همین جالبه، لئونارد یاسن میگه هنگامی که مهاجران اولیه پروتستانی به آمریکا میگه رسیدن، آمریکا را اورشلیم جدید یا کنعان جدید تلقی و خود را به عبرانیان قدیم تشبیه کردن که از ظلم و ستم فرعون، منظورشون فرعون اینجا کیه؟ رسما لئونارد یاسن میگه جیمز اول پادشاه انگلستان، از مصر داخل پرانتز انگلستان فرار کرده و به دنبال سرزمین موعود جدید راه افتادند. این گونه بود که تعقیب و قتل و کشتار سرخپوستان در دنیای جدید توسط مهاجران پروتستان پیوریتانی پریزگاران دقیقاً به تعقیب و قتل و کشتار کنعانی‌های فلسطینی توسط عبرانی‌های قدیم تشبیه شد. پیوریتان‌ها بر اساس اینکه سرخپوستان همان کنعانی‌های فلسطینی هستند، آنها را به بدترین شکل ممکن به قتل رساندند و به دنیایی بدون سرخپوستان فکر می‌کردند، به سان عبرانی‌هایی که به دنیای بدون کنعانی‌ها فکر می‌کنند. امریکایی که نام سرزمین موعود، صهیون، نیو اسرائیل، اسرائیل جدید، سرزمین کنعان و نام‌های دیگری را که در اشعار قدیم عهد عتیق بر فلسطین گذاشته بود به خود گرفت. یعنی آمریکا ارض موعوده. همین الان شما نگاه می‌کنید می‌بینید از جمعیت 14 15 میلیونی یهودیان، حالا کمتر بیشتر هم میگن، نصف اینا در رژیم صهیونیست هستن، نصف دیگه در آمریکا. یعنی هندبوکشون اصلا خود عهد عتیق بود. خب ببین اصلا بر این مبنا، بله اصلا پلنی که بر مبنا رفتن یعنی خودشون یهودیان دونستان که وارد سرزمین موعود شدن. سرزمین موعود دست کیا بوده؟ فلسطینی‌ها. و کتاب یوشع میگه قتل عام کردن این فلسطینی‌ها رو، درست شد؟ بر همین مبنا ما مجوز شرعی داریم سرخپوستا رو تکه تکه کنیم. ببینید شما اسنادی که اینا دانشگاه ییل آمریکا اسنادش در اختیار قرار داده، بلاهایی که سر سرخپوستا آوردن،
یعنی خودش این یه برنامه مجزایی، حالا خیلی به بحث مهدویت چون ارتباط نداره، بعد یه برنامه دیگه به اینا پرداخته بشه. اینا بحثای مکتوم تلویزیون ماست، اصلا گفته نشده راجع به اینا. بلاهایی، یه بچه کوچه که 4-5 ساله می‌دیدیم که پوست سرشو کنده بودن، به هیچ چی اینا رحم نمی‌کردن. یعنی این یک اندیشه خطرناک. یعنی آقا به قول این جوان‌ترا میگن آقا اینا داعشی بودن، وقتی داعشی بودن مد نبود. این برگرفته از چیه؟ از یک اندیشه. اون چطور به خودش مجوز میده آدم بکشه؟ حالا اینا میان وارد آمریکا میشن و نکته جالب اینجاست که اینا به شدت متاثر از یهودن. به جای اینکه اسمهای مبتنی بر عهد جدید بذارن، اسما رو عهد عتیقی میذارن. یعنی اینا رسما یه سری مسیحیان که عین یهودیا فکر میکنن و یهودیت هدف اصلیه، آقاشون ولیشون در واقع یهودیای صهیونیستن. خب و تمام برنامه‌ریزیشون اینه که بعد خدمت بکنن به اون پایه پرگار اورشلیم. اصلا هضم شدن تو این تفکر. اصلا اینا امریکا رو ساختن، مهاجران اولیه. تمام اینا برگرفته. ببینید اولین کتابی که در آمریکا به چاپ میرسه سرودهای داووده، مزامیر داوود، 1640 منتشر میشه. دومین کتاب، کتاب نحو زبان عبریه. یعنی شما صرف و نحو زبان عربی مگه برای مسلمان لازم نیست؟ آموزش نحو گذاشتن. احسن برای 1735 بازی کتاب دیگه چاپ میشه، حروف رو تغییر میدن، میگن اینجوری مثلا بهتر. دانشگاه هاروارد، زبان ابتدایی که شما می‌خواستی وارد دانشگاه هاروارد بشی زبان عبری بوده. 1636 تاریخ امریکا نقل می‌کنه رو. میگه شما برای اینکه وارد این زبان دانشگاه می‌شدی، زبانی که باید بلد بودی زبان عبری بود، شرط بود. آخه مردم اینو میدونن راجع به بنیان‌های امریکا، ایالات متحده امریکا. این جریان پیوریتن حالا در امریکا آرام آرام قدرت می‌گیره، میاد جلو. و خیلی از حرفو، خیلی از اتفاقات اومده، خیلی از شهر رو همین حساب گذاشته شده. خدمت شما عرض بکنم این دی سی که انتهای واشنگتن دی سی رو استفاده میکنن، دیوید کپیتال، آره، با عنوان خودشون اینا میگفتن ما اینو گذاشتیم دی سی رو آف کلمبیا، منطقه کلمبیا. حالا کلمبیا یکی از اون نمادهای اینا الهه چه بوده، میگه برای چی اون الهه به چه درد اینجا میخوره. بعد اینا میخندیدن تو کتاباش مینویسن، میگن که ما هدفمون دیوید کپیتال، این پایتخت داووده، برای اینا اینطور گفتیم. در ادامه مثلا هنری وایت گولد میگه که یهودیان مارانوس و یهودیان مخفی که خودشون مسیحی نشون میدادن یکی از اصلی ترین عوامل این کار بودن. یهودیانی که به همراه مسلمانان از اسپانیا به سرتاسر اروپا کوچ کرده بودن. بعد اینا رو همه خیلی، یه کتابی داره تحت عنوان صهیون در آمریکا، 1974 تو نیویورک به چاپ میرسه. اجازه میدید من یه بخششو بخونم، جالبه. بله بفهم. میگه کریستوف کلمب هنگامی که در جلب رضایت پادشاه پرتغال یوحنای دوم جهت به مورد اجرا گذاشتن طرحش که گذشتن از دریاها و رسیدن به غرب بود با شکست مواجه شد، روی به سوی اسقف سلامنکا آورد که از یهودیان مارانوس بود. او توانست رضایت یهودیان مارانوس را که به مراتب بالایی در اداره کشور تجارت برخوردار بودند بدین ترتیب جلب کند. بدین ترتیب آنها با طرح کریستوفر کلمبس موافقت کرده و با نقشه و پول از آن حمایت کردند. انسان می توانست به نسب یهودی کلمبس شک کند، چون یهودیان مارانوس نقش به سزایی در فراهم ساختن امکان مسافرت هایش بازی کردند و این موضوع انکارناپذیر است. نامه می نویسه به خطاب ملکه اسپانیا. بالای نامه، این نامه هست الان، بالای نامه سمت راست و سمت چپ نامه دو تا حرف عبری نوشته که هیچ کس به این دقت نمی کنه. این اون رمز یهودیان مخفی بود. حرف این طرف حرف ب، حرف این طرف هم حرف ه، بشم هاشم، بسم الله الرحمن الرحیم به قول یهودیان. اینا با یک اندیشه یهودیت مسیحی رفتن اونجا رو گرفتن که یهودیان مخفی هم بهشون کمک میکردن. ما هر چی میگذریم در ایالات، که من نمیخوام تاریخ آمریکا رو بگم چون میخوام سریعتر برسیم به در واقع تاریخ در واقع دم دسترس و به قولی به ترامپ میخوام برسیم، من فقط یه مروری کنم در مورد رئیس جمهور آمریکا که همه اینها تقریبا میشه گفت همشون به ندرت تک و توک این بسط بودن که مراد نکنن، در عرض ارادت به اسرائیل با هم مسابقه دادن. بابا شما حتی اگه بخوای یه خود پرگماتیست باشی، یعنی واقعا سیاست مدار باشی، باید به اعراب هم بپردازی. اینا 7 میلیون آدم هم اونجا، اون چند صد میلیون آدم تو خاورمیانه است. خب تو باید به اینها هم برسی، نمیشه که فقط تحقیر کنه. شما معامله قرن رو ببینید، کاری کرده که سرسپرده ترین کشورهای عربی هم صداشون در اومده. درست شد؟ یعنی اصلا یعنی چرا همش به نفع اونا داره عمل میکنه؟ به خاطر چی؟ به خاطر که جامعه رأی امریکا اینجوری نگاه میکنه، کاملا یه نگاه اعتقادی دارن.
هر چه هم ما در تاریخ پیش اومدیم قدرت اینا بیشتر شده. امروز من خدمت شما عرض کنم 26% رأی ترامپ رو فقط ایونجلیکال های سفید پوست تشکیل میدادن. شما اصلا یه رئیس جمهوری که اصلا به این چیزا اعتقاد نداری، بدونید یک چهارم رأی سیاه‌پوستاشون نه، فقط سفید پوست های ایونجلیکال که میبینن مشارکت اینا در انتخابات تقریبا نزدیک به 100 شرعی در انتخابات شرکت میکنن. اینا در انتخابات شرکت میکنن که آدمشون رأی بیاره با مشارکت بسیار بالا. بدونید یک چهارم رأی شما دست ایناست، شروع نمیکنید پوانهایی به اینا دادن، بعد میگن چرا ترامپ اومده نمیدونم سفارت امریکا رو از تل آویو انتقال داده به اورشلیم، به بیت المقدس. بخشی از قولهای انتخاباتیش بوده. ترامپ رفته از شلدن ادلسون پول گرفته، شلدن ادلسون حمایت کرده از ترامپ. یکی از شروط شلدن ادلسون این بوده که یک بلندیهای جولان به رسمیت شناخته بشه برای اسرائیل. بسیار سوغلجشی، بسیار استراتژیک. کسی که رو بلندیهای جولان وقتی مسلط باشه، شما میدونید دمشق فاصله زیادی با مرز رژیم صهیونیستی نداره، خب مسلط بر دمشقه. و کسی که اگر این به سوریه برگرده برعکس این اتفاق میفته. خب اینو رسما امریکا میاد در واقع میبخشه به اسرائیل. برای چی؟ وعده داده، قول داده. یکی از قولهای ترامپ، یک چهارم رای ترامپ لب مرزی رد شده، رئیس جمهور شده. رأیش از هیلاری کلینتون کمتر بوده. مردم فکر میکنن که الان ترامپ رأی بیشتر. تمام نظرسنجا، همه پیشبینی ها، منم پیشبینی می بود که هیلاری کلینتون رأی میاره، به خاطر اینکه تمام برنامه هاشون رو میدیدم، بررسی هم که نظرسنجا رو رصد میکردیم، هیلاری کلینتون جلوتر بود. هیلاری کلینتون نمیدونم 3 میلیون یا 5 میلیون بیشتر رأی آورد از ترامپ. منتها یه سیستم عجیب غریبی اینا تو انتخابات دارن، کالج الکترال ها، یعنی شما میتونید در مجموع رأی کمتری هم داشته باشی اما توی ایالت ها در پیروز باشی و پیروز انتخابات باشی. یعنی ترامپ با 3 میلیون یا 5 میلیون هست، حالا آرایش دقیقش، کمتر رئیس جمهور آمریکا شد. خب بله، اتفاقا خیلی از سیاستمدارا داخل کشور خودمون هم همین تحلیل رو داشتن، مثلا روزنامه چاپ کردن اومد بیرون با همون عکس پیروزی کلینتون. حالا اینکه شما بولد شده تو این قضیه، اون یه بحث من فکر کنم نه، من چون یک سری از این پیشبینی‌هایی که کرده بودم، حالا چه در مورد وقوع داعش، سری از پیشبینی‌های راجع به ایالات متحده کرده بودم، درست در اومده بود. یه حالت این بود که نه، می‌خوام بگیم آقا ببینید همه پیشبینی‌هاش درست نیست. درست نیست. اونم حالا اگه خواستید راجع به اینکه چرا ترامپ رای میره راجع به صحبت می‌کنم. نه میشه. اگر موافق باشید یه بخشی رو ببینیم، برگردیم ادامه بحثمون داشته باشیم. رهبران مذهبی فرقه‌های پروتستان در ایالات متحده و انگلستان اعتقادات یاد شده را در چند دهه گذشته به شدت در آمریکا و جوامع اروپایی تبلیغ و ترویج کردند. در اوایل سال 2001 میلادی، هال لینتسی، کشیش آمریکایی، کتاب در پیشگویی‌های انجیل جای آمریکا کجاست را تألیف کرد که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دهه 2000 میلادی در آمریکا به شمار می‌آید. نویسنده در این کتاب بعد از بیان نقش آمریکا در جنگ نهایی آرماگدون در پی اثبات این مطلب است که دولت آمریکا رهبری این جنگ را عهده‌دار خواهد بود. حتی دولت آمریکا در رواج جنگ سرد بر ضد شوروی سابق، موشک‌های هسته‌ای قاره‌پیمای خود را شمشیرهای جنگ مقدس نامیده بود. پیروان این مکتب افراطی بر این مطلب اذعان دارند که عملیات طوفان صحرا در سال 1991 میلادی بر ضد عراق مقدمه‌ای برای جنگ مقدس آرماگدون بوده است. این تفکر همکنون نیز با طرح پیشگویی‌های اینچنینی در حال دفاع ایدولوژیک از رژیم صهیونیستی است که باید با سلاح رسانه و سیاست خارجی آخرالزمانی با آنها مقابله کرد. برنامه بازگشت می‌کنیم در خصوص پیشگویی‌ها و تفکرات مسیحیت صهیونیستی در سیاست آمریکا و تحولات منطقه صحبت می‌کنیم. در مورد این برنامه و برنامه‌های دیگه بازگشت به شماره پیامک که 1068 نظراتتون رو ارسال بفرمایید. استاد، ما به اینجا بحث رسیدیم که ترامپ و خیلی از رؤسای جمهور آمریکا برای اینکه یک چهارم رأی رو توسط این عقیده‌ای که در آمریکا وجود داره پیش میارن و وعده ها رو مبتنی بر همین عقیده میدن. این محور عقیده بر مبنای پیشگویی هایی که قرار اتفاق بیفته، مثلا همین
وعده ای که شما گفتید ترامپ به ادلسون از ترامپ گرفته که این کار را انجام بده مبتنی بر اون تحقق پیشگویی هاست یا نه مثلا منافعشون ایجاب میکنه که این کار انجام بشه؟ من اگه بخوام یه خورده به عقب‌تر برگردم، در واقع ببینید یه زیرکی که صهیونیست‌ها یهودی کردن این بود که دشمن خودشون مسیحیت رو دارن نمیتونن نابود کنن، اومدن در مسیحیت یه فرقه ساختن که اون مسیحی‌ها یهودی فکر میکنن، یعنی یه همکار برای خودشون پیدا کردن، درست شد؟ که این همکار هر جایی لازم بشه اینو مینازن جلو، آمریکا براشون این کارا رو انجام بده. ببینید خیلی روشن و در واقع واضح عرض کردم، این مختص به ترامپ نیست. من بابت تک تک رئیس جمهورهای آمریکا تقریبا میتونم بگم متنای خودشون آماده کردم، یعنی من وقت نیستش. ببینید مسئولین آمریکایی از رئیس جمهورم رئیس کنگره چقدر اینا در خدمت به رژیم صهیونیستی و کوچ یهودیان به اونجا و حمایت از اسرائیلی‌ها اینا پیشگامن. اصلا دموکرات جمهوری خواه داره عوض میشینه، دارن با هم مسابقه چطور میدن. چطور میشه پس مردم یه بار به دموکرات رای میدن یه بار به جمهوری خواه؟ برای اینکه اینا دارن با هم مسابقه میدن. اما یه تفاوتی هم اینجا هستش که جمهوری خواه و دموکراتی تفاوتی هستن. دموکرات ها به جهان وطنی صهیونیسم جهانی بیشتر خدمت میکنن، خب جمهوری خواه ها به خود موجودیت فلسطین اشغالی. تفاوت نگاه اینا اختلاف نظره، یعنی به خاطر همون فرقه شدن پروتستان. نکته خیلی جالب و جذابیه که شاید شبهه رو برای خیلی از سیاسیون و تحلیلگر سیاسی ما برطرف بکنه. ببینید سوال بر اینه که صهیونیسم جهانی هیلاری کلینتون رو می‌خواست یا ترامپ رو؟ من میگم اینجا این اختلاف نظرشونه دیگه، اینا همشون که در واقع با هم اشتراک دارن، کلی با هم اختلاف دارن، منافع اینا رو دور هم جمع می‌کنه. اینا یه نگاه جهان وطنی دارن که عرض کردم باید حالا قدرت از امریکا به چین انتقال پیدا کنه. خب دارن الان مستندا فیلما ذهنارا هم دارن آماده میکنن، شما میگی از این طرفم چین داره قدرت میگیره. اوباما هم در خدمت همین سیاست بوده، معاهده پاریس امضا میکنن، میبینید بعد خدمت شما عرض میکنم کارخونه ها رو انتقال میدن به چین. و وقتی این یک نگاه برای اینکه جریان نزدیک به ترامپ بتونن رأی بیارن و بتونن صهیونیست‌ها رو در واقع با خودشون همراه کنن، باید یه خدمت بزرگتری جای دیگه بکنن که صهیونیست‌ها حاضر بشن از این آرمان یه چند سالی کوتاه بیان، خب به خاطری که اون جایزه بیشتر بزرگتری که میگیرن. اونم چی بود؟ اینکه ترامپ گفتش که کارهایی که هیچ رئیس جمهوری تو آمریکا تا حالا جرئت نکرده انجام بده به نفع اسرائیل من انجام میدم، من سفارت انتقال میدم، معاهده پاریس میاد بیرون، من بله معاهده پاریس هم میزنه بیرون. نه همش یه پکه مونتا. میبینید چه چون اینا رو ما میان رشته ای نگاه نمی کنیم، جامعیت نداره تحلیلا، صرف حزب و جناح طرف فقط داره نگاه اقتصادی داره به معاهده پاریس، میگه آقا یه دعوای بین آمریکا و اروپا درست شد. خب این نیست. شما میبینید اصلا معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که ما تمام کارخونه های ما دوباره باید برگرده به آمریکا، کارخونه که رفته بود چین. خب چرا اوباما این کارو داشت انجام میداد؟ خاطر نگاه جهان وطنی، نگاهی که به صهیونیسم بود. بله نسبت به خدمت به صهیونیسم بود واقعا اینطور بود. ببینید من هاردینگ 1922، کلوین کولک 1924، هربرت هوفه 1928، فرانکلین روزولت، بعدش ترومن، اصلا عبارت هایی از اینا نقل شده. کلارک کلیفورد مشاور ترومن میگه که ترومن خود شخصا تورات را فرا گرفت، او به عنوان یکی از دانش آموزان تورات به توجیه تاریخی تأسیس وطن قوم یهود ایمان داشت و معتقد بود. بعد ببینید اینا صحبت های راجب وعده در مورد اعلامیه بالفور میکنن که اصلا باورت نمیشه رئیس جمهور سیاسی آمریکا داره این حرفا رو میزنه. پیش میره حالا تا آرام آرام دهه 1970-1980 این راست سیاسی و راست مسیحی با هم ادغام میشن. شما نگاه میکنیم اینی برخی از جمهوری خواه ها که به اینا نزدیک ترن، جمهوری خواه در مجموع خیلی به اینا نزدیک ترن، وقتی دارن وعده میدن وعده های مسیحی میدن. مثلا چی؟ رئیس جمهور جمهوری خواه اومده میگه که من اجازه میدم نماز دوباره به مدارس برگرده، نماز مسیحی. خب جلوی سخت جنین رو میگیرن. ببینید شما برید دوره جورج بوش هم نگاه کنید، جورج پسر همین حرفا رو میشنوید. خدمت به اسرائیل تو حرفای جورج بوش خیلی پررنگه، حمله میکنه به خاورمیانه. میگه من اون آدم وعده داده شدم حمله کرد به افغانستان، حمله میکنه به خاورمیانه براشون، برای کنترل ایران، درست شد؟ بعد ترامپ هم همین کارو انجام میده. ترامپ برای خدمت به اسرائیل میگه آقا الان بزرگترین مشکل شما چیه؟ میگه هیچ، جبهه مقاومت رسیده به بلندی های جولان. میگه چیکار باید بکنم؟ میگن جولان، خب دامادش عضوی از این کوشنر شبکه است. میگن جولان رو اول صد قرار بده اینا جلوتر نتونن بیان، بعدش چیکار کن؟ و
بعدش اورشلیم رو حتما پایتخت باید بشه، بعدش چیکار کن؟ قاسم سلیمانی هم نباید باشه، او داره مدیریت میکنه این مسئله رو. یعنی ترور سردار سلیمانی توسط اسرائیل و نقش اسرائیلش برای من محرزه، کاملا واضح. قبلا اینم عرض کردم، الان هم داره دونه دونه فکتاش بیرون میاد. خود روزنامه‌هاشون نوشتن ترور قبل گفتن که اصلا نشریاتشون لو داد که اصلا عامل اسرائیلی در فرودگاه بغداد تایید نهایی رو داده که سردار سلیمانی از هواپیما پیاده شده. یعنی شبکه موساد کمکشون کرده، سرویس موساد کمکشون کرده، اینو که دیگه الان تو نشریاتشون دارن می‌نویسن. بعد چرا روزنامه‌های اسرائیلی ترور سردار سلیمانی رو ترور قرن نام نهادن؟ به خاطر اینکه این رو موازیه با معامله قرن میدونن، مانع معامله قرن میدونستن که برای همیشه ماجرای فلسطین به نفع اسرائیل حل بشه. ترامپ اینجوری بود، 81% اولینجرین کالاها در امریکا در مجموع 81%شون به ترامپ رای دادن. بعد ما تو کنشگریمون در مقابل آمریکا، تو توییت هایی که مسئولین ما خطاب به ترامپ میزنن، نمیدونم اینا رو لحاظ میکنن؟ اصلا خبر دارن چه ترامپ داره برای به دست آوردن دل چه جریانی این داره این کارو میکنه؟ روز بازگشایی سفارت آمریکا در اورشلیم شما شاهد حضور شلدون ادلسونید. شلدون ادلسون کیه؟ شلدون ادلسون پدر قمار دنیاست، پدر گمبلینگ دنیاست. شلدون ادلسون کسیه که همون سرمایه‌دار صهیونیستی که رهبر انقلاب در جای گفتن که باید زد تو سیلی زد تو دهن و آره کسی که اون سرمایه‌دار صهیونیستی که حرف می‌زنه، او کسیه که ببینید اعتقادات چیه، او کسی که گفت اول یه بمب اتم بنازه تو کویر ایران، بعد به ایران بگید اگر کوتاه نیای دومی تو تهرانه. این شلدون ادلسون حامی درجه یک ترامپ، حضور پیدا میکنه در اورشلیم تو مراسم افتتاح سفارت آمریکا، خرج میکنه، ارتباطات فراوان با کوشنر دوماد ترامپ داره. یعنی عملا مغز تصمیم گیری ایالات متحده امریکا تو سیاست خارجی رو دست ایناست. ما بیایم تقلیل بدیم ایالات متحده میکنه این شبکه پرقدرت رأی و رسانه، تقلیل بدیم به آدمایی که اول اسمشون بیه، بی تیم، بن سلمان، بولتون، نمیدونم، خب جان بولتون که گوشنش کنار که خب چی میشه، یه دونه بیا هست شد، حالا بگم یه بی اضافه بکنیم. این تقلیل دادن به افراد اشتباهه. این تفکر اصلا ترامپ یه آدمیه که دنبال اینه که سر قدرت بمونه، تاجره دنبال سود خودش. امروز داره نگاه میکنه برای این سر قدرت ماندن باجدهی به این شبکه است. خب بعد شما مثلا اونو خلاصه در یه جان بولتون الزامن، این اشتباه محرزه، این اصلا خطرناکه. خب بریم تو اندیشه صهیونیسم مسیحی ببینیم تو ادامهش چه اتفاقاتی میخواد بیفته در آینده. خب صهیونیست های مسیحی چی میگن؟ میگن یک، این خیلی مهمه، میخوام یه دقتی بشه. خب پس اگر اجازه بدید چون مطلب مهمیه ما یک بخشی رو ببینیم برگردیم که بحث کامل جا بیفته. شما در خدمتتون هستم. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی، نقش این جریان در دستگاه دیپلماسی آمریکا به شدت افزایش یافت، به طوری که صاحب نظران و پژوهشگران سیاسی هشدار دادند که ایدئولوژی بنیادگرای صهیونیسم مسیحی به وضوح در بدنه کاخ سفید مشاهده می شود. زمانی که قواعد و هنجارهای مذهبی گسترش می یابد، زمینه برای تبدیل مذهب اجتماعی به مذهب سیاسی به وجود می آید. در این روند راست مسیحی، صهیونیسم مسیحی و بنیادگرایی مسیحی از جریانات سیاسی بالنده مذهبی به شمار می آیند که طی نیم قرن گذشته توانستند نقش بیش از پیش مهمی در روند تصمیم گیری های امنیتی و سیاسی در واشنگتن ایفا کنند. این امر نشان می‌دهد مذهب گرایی در جامعه آمریکا صرفاً نماد و نقش دینی ندارد، بلکه از قالب‌ها و قواعد مذهبی به عنوان پشتوانه سیاست‌های رسمی کشور استفاده می‌شود. سوال مهم این است که دولت مردان جمهوری اسلامی در طی 40 سال گذشته تا چه حد تقابل آخرالزمانی با این دشمن ایدئولوژیک صورت داده است. بحث جذاب اثر مسیحیت صهیونیستی در تحولات منطقه رو میبینید
با استاد علی اکبر رایفی پور. استاد قرار شد یک مطلب مهمی رو در خصوص آنچه که قرار اتفاق بیفته توسط مسیحیت صهیونیستی رو بفرمایید. بله، ببینید، ما این در واقع بخوام یه جنبندی بکنم، این عرض کردیم که نگاه آخر الزمانی این مسیحیای اوینجلیکال یا مسیحیان صهیونیست داره برنامه سازی میکنه در امریکا، یعنی شده پلن سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا برای پیشبرد کاراشون. خب یه نگاه کاملا مهدوی آخر الزمانیه، کاملا. این نگاه چی میگه در مجموع؟ تو چند تا بند من عرض کنم که اینو واقعا هر کدومش دو سه ساعت بحثه ها، من یه جایی اصلا با خودم میگم چطور میشه جمع کردن انقدر کوتاه. یک، تمام یهودیان باید جمع بشن در فلسطین. چرا؟ دقت کنید توی انجیل چی آمده؟ اینکه مسیحی ها و یهودی ها در این مشترکن که منجی اسمش مسایا ماشیح مسیحه، که این یک لقبه، منجی، همینطور که منجی لقبه، درسته؟ چه اتفاق افتاده؟ حضرت مسیح بر هیکل سلیمان، در معبد سلیمان حاضر شده، یهودی ها او رو به رسمیت نشناختن و اونطور که متون مسیحی میگه او رو کشتن، به صلیب کشیدنش، درست شد؟ میگن یک بار دیگه این سکانس باید تکرارش. خیلی جالبه ها، ببینید با چه دیوانه هایی ما طرفیم. یعنی دوباره مسیح رو بازگردون که دوباره بکشیمش؟ نه دیگه، این دفعه باید یهودی ها بپذیرنش. این اتفاق میفته. خب اینا چی میگن؟ میگن خب این پیشگویی خراب شد که حضرت مسیح اومد اینا کشتنش. حالا ما مسلمان ها میگیم نکشتنش. این جالبه، یعنی حرف درست ما داریم اینجا میزنیم که از قضا با مبانی اونو جوره. میگن یک بار دیگه باید این سکانس تکرار شه، دوباره مسیح بیاد از مرکبش پیاده بشه وارد معبد سلیمان بشه. در کجا؟ در فلسطین. فلسطین که دیگه توش یهودی خیلی وجود نداره. میگن خب پس یهودی باید برگردن. برای همین شما میبینی از بلاکستون کشیش مسیحی جان نلسون داربی، بلاکستون، اینا بحث میکنن در امریکا، اینا مال چند مال 1700 1800، اون صدها باید برید دنبالشون بگردید. خب اینا میان بحث میکنن که چی؟ که آقا یهودیان باید برگردن به اورشلیم. یک کسی مثل تئودور هرتزل، پدر صهیونیسم در واقع نوین، زمانی که انگلیسی‌ها بهش پیشنهاد میدن که به جای اینکه بلند شید برید مثلا فلسطین، بیاد برید صحرای عریش، میپذیره. بلاکستون نامه مینویسه به تئودور هرتزل، اواخر دیگه بلاکستون بوده، یه تورات بهش هدیه میده، بخشایش زیرش خط کشیده بوده، هایلایت کرده بوده، میگه تو فکر کنم درست حسابی تورات هم نخوندی ها، که شما فقط باید به فلسطین برگردید. یهودیت صهیونیستی هم این اعتقادو داره. حالا یه همراه پیدا کرده به اسم مسیحیت صهیونیستی که دارین کارو براش، این جریان غالب جمعیتی هم پیدا. آره احسن. چون یهودی که خودشون جمعیتی ندارن. اما اینجا مسیحیای آمریکایی اومدن پاکارشون وایستادن. و اینا تصمیم گرفتن بیان فلسطین. پس این سکانس دوم، مسیح وارد میشه در سرزمینیه که یهودیا ساکنن، اورشلیم دست یهودیانه، پس پایتخت بعد انتقال پیدا کنه. سه، در معبد سلیمان وارد میشه. الان ما معبد سلیمان نداریم، پس معبد سلیمان هم باید بسازیم، باید ساخته بشه. یعنی ما تو آینده شاهد تحرکات اینا برای تخریب مسجد الاقصا خواهیم بود، خیلی شدیدتر از الان. بله، ببین الان زیر مسجد الاقصا کلی نقب زدن، سوراخ‌های به وجود آوردن که اصلا بنیه‌ای ندارن. بعضی از دیوارهای بیت المقدس همینطور داره خودش مسجد الاقصا داره ترک می‌خوره. خب و نکته عجیب اینه که فقط اینجا یه 4 ریشتر زلزله میخواد که میتونه زلزله مصنوعی باشه، با انفجار به وجود بیاد. میشه گردن یک جانورهایی به اسم داعش انداخت براشون این کار رو انجام بدن. در این چیزی که به ذهن من میرسه، حالا شاید به ذهن اونا پس حتی بیرفت هم شاید نباشه، که تو سریال همین مسیحا نشون میده که توی بیت المقدس یه دونه بچه رو میکشه، یعنی تیراندازی هم داره عادی سازی میکنه که این اتفاق بیفته. باید بیت المقدس اینو خراب کنن. و ما نگاه میکنیم ببینیم امام چی کار کرده بود وقتی قدس رو تارگت قرار داد، حواس تمام مسلمان ها رو برد آنجا که اینا نتونن این کار انجام بدن. روز قدس بعد ما میگیم اینا دلیل دشمنیشون با ما چیه؟ نفته. مضحک تقلیل دادن، کاملا ایدئولوژیک، کاملا ایدئولوژی. اصلا اینا از ما نفت نمیخرن، ما از خودمون نمیتون نفت بفروشیم. ایدئولوژی پشت پس سر این ماجرا هاست، پشت سر این ماجرا هاست. بعد چه اتفاق دیگه بعد بیفته؟ میگن پس مسیح اونجاست، یهودی ها اونجان، بیت المقدس هم ساخته شده. منتها قبل از ظهور مسیح ما شاهد ظهور دجالیم. 7 سال زمین رو فساد و کشت و کشتار، کیاس، آشوب، بحران باید بگیره. این عبارت رو انقدر
تکرار کردن تبدیل شده به کلید واژه تو ذهن مردم امریکا. این 7 سال سرها بریده خواهد شد که شما میگید دقیقاً داعش خلق میکنن با پرچم‌های سیاه تو یک نگاه آخرالزمانی برگرفته از القاعده که در افغانستان ساخته شده. خراسان گروپ که جالبه آقای اوباما راجع به خراسان گروپ حرف زده، اینجا آقایون خبر ندارن. خب اینقدر برایش مهمه. اینا پرچم‌های سیاه خراسانن که اومدن در عراق و شام. اسلامیک استیت این عراق و شام بعد علمی بود لبنت، اما شام میذارن. درست شد؟ آیسیس. حالا آیسیسی که خود لفظ آیسیس برای صهیونیست‌ها مفهوم باز خودش اصلا این نماد این مفهوم نماد داره صحبت کردیم تو مفصل. بعد از این 7 سال لشکر دجال میاد دنیا رو خراب میکنه، علل خصوص خاورمیانه رو، اسرائیل رو تهدید میکنه. و چه اتفاقی میفته؟ رهبر این جریان منتظر دجال که خود دجال ظهور میکنه، آنتی کرایست، که اون چه کسیه؟ امام 12 12 امام. و اینجاست که اینها ترامپ رو در قامت منجی دارن میبینن. الان شما چرا میبینید سکه ضرب میکنن در مورد ترامپ به عنوان کوروش؟ سکه کوروش رو زدن، بعد سکه دوم عکس ترامپ رو زدن رسما. چون کوروش نجات بخش اینها در یک برهه تاریخی بود. البته من اینجا کوتاه عرض بکنم، من نظرم در مورد کوروش و بحث هخامنشان مفصل، اون مباحث آخر زمان خوبم نیست، فرصت هم نیست من یک طرفه بگم. نه خب بحث بگم. اختلافیه. بله من آمادگی دارم کسی که مخالفه این فرد نظریه هستش که کوروش ذوالقرنین رو این بحث رو مطرح بکنیم بیاد اینجا بنشینه، من یک طرفه حرفمو نزنم، مخالف من هم اینجا باشه تا مردم حرف موافق مخالف با هم بشنون. خب که این کوروشی که اینا دارن نشون میدن اون کوروش نیست. خب ما هم اعلام آمادگی میکنیم اگر کسی حاضر مناظره بکنه برنامه بازگشت میزبان این مناظره باشه. خب اینجا آقای چیز برای اینا میشه کوروش. جالب میدونی که اصلا ترومن توی صحبتاش ما داریم که خودشو کوروش نامید. این جدید نیست. منتها اون موقع رسانه اینقدر نبوده، شبکه‌های اجتماعی نبوده، ماهواره نبوده، دغدغه‌ش هم نبوده. دغدغه‌ش هم نبوده. مردم خبر ندارن. من معتقدم بعد از شهادت سردار سلیمانی اصلا اینا دارن زمینه رو برای تخریب بیت المقدس آماده میکنن، دارن برای قدس آماده میکنن. و من معتقدم ضرباهنگ ظهور سرعتش بیشتر شد انشاءالله. یعنی این اتفاقات منتها باید آمادگی داشته باشیم و اونا باید بدونن، اونا هم خوب میدونن که اون نیرویی که مقابلشون ایستاده و اون قدرت درجه یک در منطقه محور مقاومت به این سادگی ها اجازه نخواهد داد. داعش اومده بود که بماند حالا و ما جمعش کردیم. اینا انتقام سردار سلیمانی شهید کردن که انتقام خراب کردن نقشه شون رو بگیرن. که حادثان هم میگه جان فدای عمیق امام 12. بله با این عبارت معرفیش بکن. جالب اینجاست که این بچه پادشاه عربستان بن سلمان، جالب او هم میاد میگه که تحرکات ایران در حوزه مهدویت. یعنی خیلی جالبه این آدم از همه اینها داره یه حرف میشنوه. داعش هم میاد تو نشریه دابق شماره 11ش هم که قبلا عرض کردم توی از این برنامه‌ها میاد میگه که آقا منتظر باشید که دجال ظهور کنه و دجال امام 12 شیعیانه. این همه اشتراک از صهیونیسم یهودی گرفته تا صهیونیسم مسیحی. این طرف هم خوبه همین وهابی و تکفیر صهیونیسم اسلامی اسم بذاریم براشون، چون واقعا در خدمت اسرائیلن. میبینه همشون دارن یه حرفو میزنن، اینکه امام زمان ما رو دشمن اصلی دارن معرفی میکنن. میتونیم اینجور بگیم که این فضای رسانه‌ای رو فراهم کردن ممکنه ما در منطقه یک منجی خود ساخته داشته باشیم. بعیدم نیست، چون وقتی اینا یمانی دروغی میسازن تو این منطقه با ابعاد خیلی دیگه مهندسی شده تر دیگه. بله. چون نقد کردیم باگای این فرق رو ما گرفتیم، یه جاهای دیگه داریم کد می‌بینیم اینجا این اراده بود. و حالا من سوالم اینجاست اگر این اتفاق بیفته، نکته مهمی شما فرمودید، من بذارید این بینندگان ساده از این نگذرن. اینا و هر بار که یه فرقه میسازن این فرقه رو مبتنی بر نشانه ها میسازن دیگه. وقتی میگن این آدم یمانیه، مردم چطور باید باور کنن؟ از این باید باور کنن که بگن آقا یه سری نشانه های اون سید یمانی مثلا توی او وجود داره، در او وجود داره. هر بار که این کارو انجام میدن خب ما شروع میکنیم بحث علمی کردن با اینا که نه این با این روایت منطبق نیست اینطور. اینا دفعه بعد اون فردی که آره بروز شده آپدیت و در واقع کار سخت‌تر هم داره میشه. من شرایط رو واقعا دارم اینطور میبینم. یه نکته این اوانجلیکال ها اعتقاد دارن خیلی جالبه، اینم جالب بدونم بینندگان عزیز. اینا میگن
دجال وقتی ظهور میکنه که منظور امام ماست تو نظر اونا، کنارش یه پیغمبر دروغین است که خودشو مسیح معرفی میکنه. دقیقاً اون حضرت مسیح، حضرت مسیح واقعی و امام زمان واقعی رو دارن. چه میاد مسیح و دجاله که توی ما تو روایت ماست. دقیقاً میگه مسیح دروغین میاد. اینا دارن خودشونو آماده میکنه برای رونمای یه مسیح دروغین. یعنی این طرف یه امام زمان دروغین درست کنن، اون طرف یه مسیح دروغین که این مسیح دروغین تو آرماگدون این امام زمان دروغین رو شکست میده و نظم نوین جهانیشون رو بسازن. الان این سوال پیش میاد که این مسابقه‌ای که رؤسای جمهور ایالات متحده دارن برای خدمت به صهیونیسم، الان انتخابات 2020 به کجا دیگه میخوام برسن؟ یعنی چی کار بکنن که اون جامعه غالب رأی اونها به سمت حالا رقبای ترامپ بره؟ بله. خود ترامپ اون ایونجلیکال ها واقعا خدماتی که ترامپ بهشون کرده بعیده دیگه ازش برگردن، یعنی اون رأی رو داره، اون رأی رو داره. برای همین هم شما میبینید توی نظر سنجی ها همزمان با استیضاح ترامپ جالب محبوبیتش بالاتر هم رفت. من نظر سنجی آمریکا رو بررسی می‌کردم، دیدم یه جای چند درصدی محبوبیتش بالاتر هم رفته. یعنی ترامپ باید برنامه‌ریزی بکنه برای بعدی، اینا رو رأیشون رو داره چون خدماتی که او کرده حتی جورج بوش پسر هم نکرد. خب جرأت این کارو نداشت. برای مرحله بعدی باید سعی بکنه از جامعه مخاطب دموکرات‌ها و مخالفینش بیشتر جذب کنه، که من احساسم اینه که اون خدمت به آمریکاست. یعنی کاهش بیکاری، باز شدن کارخانه ها، این بحثایی که داره، مقابله با چینی که داره انجام میده. سر همین ماجرای بحث ویروس کرونا شما میبینید آیه پمپئو میاد میگه این ویروس خدمات زیادی به اقتصاد آمریکا کرد. قشنگ اون حرفی رو که باید بزنه میزنه. یه مثال برای شما بزنم که چقدر سیستم سیاست در واقع حکومتی آمریکا متاثر از این اوینجلیکال هاست، از مسیحیان صهیونیسته. جورج بوش یک جایی یه انتقادی میکنه، فقط چون میخواد یه خورده اعراب هم با خودش نگه داره، در مورد شهرکسازی در کرانه باختری. همین یه انتقاده، یه انتقاد میکنه. جری فالول رهبر وقت، یکی از رهبران اینا که مرده الان، او یه نامه برش مینویسه و میگه فکر کنم دوست داری دفعه بعد رأی نیاری. درست شد؟ 1,000,000 نفر نامه او رو امضا میکنه. تومار اینترنتی را میفته، 1,000,000 نفر امضا میکنن و جورج بوش از حرفش عقب برمیگرده. جورج بوش برای افغانستان و عراق جورج بوشه، برای اوینجلیستان موشه. یعنی واقعا مهره است. و مهره. ترامپ هم همینه. ترامپ میدونه اگر جلوی اسرائیل بیسته دفعه بعد رأی نمیاره، چون 25% رأی شما بریزه، 5% این رأی بریزه سمت اون طرف، تمام کار. لب مرز دفعه قبل رأی آورده. من. درست شد؟ ببینید ما این نگاهو داریم به ایالات متحده آمریکا. یعنی شما اگه میخواهید اصلا یه جاهایی ترامپ رو بزنید، باید تو زمین آخرالزمانی بزنیدش. اصلا اعتقادی باید باش. نه یک جای بله اعتقاد اونارو درست بشناسید و بتونید یه تریزی مناسب داشته باشید، یه برنامه پلن خیلی خوب و کاملا عقلانی مبتنی بر واقعیت‌ها در ایالات متحده آمریکا. خب بعد پیش برید. استاد ما یک دقیقه بر پایانی برنامه جمع‌بندی بفرمایید در حد یک دقیقه. من معتقدم که وقت این رسیده که مردم ما و مسئولین ما بیدار بشن، مهدویت به کنار. واقع بینانه آمریکا رو می‌خواید بشناسید، باید آخرالزمان رو بشناسید. اصلا به فرض اینا همش وهمیات، به فرض بر مبنای این همین وهمیات اونا دارن کار انجام میدن. درست شد؟ پس میطلبه حداقل که شما اینو بشناسید. شما به عنوان یه دیپلمات وقتی میری کشور خارجی میگن آقا اینجا چون گاو میپرستن، به گاو بی احترامی نکن. شما قبول ندارید که حالا گاو پرستیدن یا خیلی احترام خاصی لازم بره، میگید چون تو این کشور هستم باشه مراعات میکنم. درست شد؟ بابا شما امروز با امریکا سرشاخید، آیا این مطالب راجع به امریکا لحاظ میکنید، ملاحظه میکنید؟ مرکز، چند تا مرکز مطالعات ما داریم راجع به امریکا اینا رو کار بکنه؟ چند تا مرکز داریم در کشور خودم راجع به آخرالزمان کار بکنه؟ کار علمی دقیقا. اینا بودجه میخواد، اینا واقعا میدونید این مطالب کشوندن تو دانشگاهاشون، کورس دانشگاهی دارن بابت اینا. بله مفصل ما بحث کردیم توی همین برنامه. ما وقت برنامه تموم شد. خیلی لطف کردید، دعوت ما رو بازم پذیرفتید ان شاءالله. ممنون از برنامه‌تون. امیدوارم اینجور برنامه بازم در صدا و سیما تکرار بشه و جاش خالیه ان شاءالله. شروع بازم بتونیم از حضورتون استفاده بکنیم. سلامت باشید.
به بخش پایانی برنامه رسیدیم. گفتگوی خوبی بود با اینکه وقت محدود بود. ما را از نظراتتون با شماره پیامک 1068 مطلع کنید و برنامه رو همراهی بفرمایید. خدا نگهدارت. باز آسمان گرفته و پردود، باز آسمان گرفته و خسته آهی، هوای تازه ما خسته دریا کن، آفتاب کن، آینه کن، تو کن، پر اغده این از این همه کم بود.